تن به چیزی تن نمیدهد، یعنی خشونت و تجاوز و تعدی و نامردی و بیمنطقی و همه اینها رو ادامه میدهد تا سرنیزه اینجا که رسید دید در حال مرگ یا سقوط است، اون موقع همه کار میکنه آخون. کما این که خمینی، اگه به خاطر داشته باشید، حالا من قرار غزل حافظ بخونم توضیح هم بدم، خمینی قرار بود که راه قدس از کربلا بره، بعد یهودی ها رو به آب بریزد، امریکا رو بگیرد، از این کارها بکند. اینا هرچی گفتن آقا این مردم دارن کشته میشن، بچه های ایران، گفت جنگ جنگ تا پیروزی، تا زمانی که دید حکومتش هم در خطر افتاد، من جام زهر رو نوشید. حالا من توضیح میدم خدمتون در این واقعا این ترکمنچای آخوندها که به چه ننگی تن در دادن و چه تبلیغ میزنن در ایران. خدمتتون عرض کنم که به از خمینی میگفتن بله، سرنیزه که رسید به اینجای امام، امام دیگه اسرائیل و قدس و همه اینا فراموش شد، گفت من جام زهر رو مینوشم، و جام زهر رو نوشید. بعد از اینکه 500 هزار نفری به کشتن داشت، تصورش هم جنگ احد بود. آخه یک آخوند نادانی که هیچ از این دنیای مدرن هیچ نمیدانست، یه بار گفته بود دروازه های شیراز ببندید، فلان کس رو راه ندید. گفتن آقا این دروازه ها زمان قاجار برداشتن دیگه، شهرها دروازه ندارن. یه همچین آدم عقب افتاده مرتجعی فرمان فرمای کل شده و امام اعظم جام زهر نوشید. این آقایان هم که به این ماجرا دست زدن سال 2002-2003 که صدای قرش جت‌های آمریکایی آمد، شروع کردن به لرزیدن که عاشق مرتضی نکنه که بیان بریزن سر ما، تعطیل کردن تا تشکیلات اتمیشون تعطیل کردن، CIA هم گزارش داد، همه هم میدان. دوباره اینها شروع کردن به ماجراجویی تا اینکه کار به جای رسیده است که اینها پول روزمره برای اداره دولتشون ندارن و سرنیزه باز به اینجا رسید. و اینا پیش از این که این آدمی که یکی از رزترین عرازل و یکی از فرومایه ترین فرومایگان و یکی از حرامزادگان این گنداب آخوندیست، یعنی آقای ظریف، و هیچ گونه شرافتی ندارد، از بیشرفترین آدم های روزگار است، رفته است به لومون گفته است گویا که ما یک زندانی سیاسی، یک اعدام سیاسی هم هرگز نداشتیم، آمده و با اون این حالا بخشاشو من خدمتتون میخونم، آمدن این کار ننگین رو، واقعا ننگین رو پذیرفتن. مجموعاً میگوین حدود 130 بیلیون دلار پول ملت ایران رو بردن توی کوها که بمب بسازن. 130-140 بیلیون میگوین ضرر و زیان همه این کارها بوده. یه چیزی بفرمایید حدود 300 بیلیون حالا گدای 4.5 تا 7 بیلیون دلار شدن براش، ایشون دست گدای دراز کردن جلوی آمریکایی‌ها. 7 بیلیون دلار در 6 ماه به اینها بدهن. بعد رفتن جشن پیروزی هم میگیرن. آقا یه کمی فکر کن برادر ایرانی من، چه میگی تو؟ شنیدم در خیابان‌های تهران بعضی آدم های نادان بیچاره بی اطلاع که بله ما آمریکا رو به زانو در آوردیم. آخه عزیز من، تو چتونه آمریکا رو چگونه تو به زانو در می آوری؟ با چه چیزت آمریکا رو به زانو در می آوری؟ با اقتصاد بزرگه، با ارتش اون چنانیت، با نمیدونم وضعیت جهانیت، چه میسنجی تو آخه با این حرفی که میزنی؟ عقل مگه نداری پدر جان؟ تبل میزنن اجامر و اوباش و بسیجی ریختن به خیابان که ما برنده شدیم و اینا، یه عمرم کوفتن به این تبل ها که حق مسلم ماست، حق مسلم ماست. حالا افتادم به گدایی بیچاره ها. بله، یه دم اومدن شنیدم که این مردک رو با دکتر مصدق مقایسه میکنن، واقعا شرم‌آوره. اینا همه دلایل ورشکستگی این نظام هست. مردم ما به وجهی مضطر هستن که نگاهی به آینده از طریق بهبود اوضاع قدم به قدم و منطقی و مدنی ندارن، همواره منتظر وقوع یه حادثه‌ن که وضعشون خوب بشه. خیال میکنن با حوادث اوضاع احوال خوب خواهد شد.
ای آمریکا حمله بکنه یا نکنه، یه قرارداد امضا بشود یا نشه، شاید دلار بیاد پایین، نمی چیکاریم، نمیدونم، خونه ای داریم بفروشیم، منتظر حوادث و وقایع نشستن با دولتی که اساساً سارق و دزد و بیوجدان هست و از مردم نیست و از برای مردم نیست و با قانون اساسی که اساساً جنایت نامه است و یک ننگ نامه است بر اون انقلاب، کار ما به اینجا نخواهد رسید. من نبود قانون و نبود آزادی، نبود آزادی، آزادی بیان، روزنامه ها، انتخابات، انتخابات تا انتخابات آزاد در مملکت ما برقرار نشود، انتخابات و نمایندگان حقیقی مردم راهبران این کشور بزرگ نشوند، همین وضعیت خواهد بود. حالا شما کف بزن، منتظر واقعه باش. عجب بی وجدانی است این ظریف. من صحبت‌های ظریف رو شنیدم، صحبت‌های جان کری هم شنیدم. این جان کری وزیر امور خارجه آمریکا اپسیلون اشتباه بگه، اپسیلون یک کلام پوستش رو میکنن در سنای آمریکا، اینجا ایران نیست، ولی برای ما همه دروغ میشود. تازه شنیده حالا تازه یادم اومد یک مغلطه، اینا حتما آخوندهای شیعه اختراع کردن دیگه، هر مطلبی رو میخواستن نفی بکنن و رد بکنن میگفتن راوی سنی بوده. این راوی سنی است، این مغالطه مصادره به مطلوبه به علاوه یک تعریض کنایه. مصادره به مطلوبش یعنی قبل از اینکه ثابت بکنه که آقا این خسرو داره ادعاشو میکنه، تعریضش هم این هست که وقتی میگوییم که عرض کنم که سنی دروغگوه، یعنی چی؟ یعنی ما شیعان راستگو هستیم دیگه. در حالی که شما نگاه کنید، آقا برید نگاه کنید، اون چه مورخ بزرگ، اون چه راستگویان صدیق بودن، اهل سنت بودن، از محمد ابن جریر طبری تا ابن خلدون و مسعودی و غیره، همه اهل سنت بودن. این شیعیان کسی رو نداشتن، راوی دروغگویان، از اساس کار اینا با دروغ و تقلب و حق بازی و نیرنگ بوده. حالا چه انتظاری داری؟ خب اینجا عرض کنم که نوشته است، این فول تکستشه که سی این این به چاپ رسونده، میگوید که عرض شود که برابر قرارداد دو جانبه و پیداست که گویا اعلام کردن وایت هاوس اینا که ما قبلا با اینا حرف زدیم، اینا آماده این کار شدن و بعد اومدن امضا کردن و رسمیت بهش دادن. خب میگوید که قرارداد دو جانبه که بینش شد در اینجا عرض میشود که چنین و چنان شد و موادش رو اینجا یکی اینجا توضیح داده است، و اون یکی این که از این اورانیومی که اینها به 20% رسوندن بایستی عرض میشود که نصفش رو میتونن به اون برای کار تحقیقاتی نگه دارن، عرض کنم که اون نصف دیگرش رو مخلوط کنن و برگردونن مثلا به 3%، یعنی خلوص 20%ش رو برسونن به جایی که دیگه به درد کار نخورن. این اولین چیز بوده. عرض میکنم که و ایران متعهد شده است که در 6 ماه آینده اورانیوم بیشتر از 5% اینجا تقلیز نکند. بعد اینجا تمام فعالیت های نتنز، عراق، فوردو، عرض می شود که اینا همه تعطیل کمپلت، یعنی اون چه ثروت شما مردم بزرگوار گرفتار ایران رفته است در عراق و نتنز و اون زیر کوههای قم و اینها تعطیل، اینا همه آهناش باید زنگ بزنه. گفت محال است، با ما گفت محال است ما بگذاریم که اینها دست پیدا کنند به سلاح اتمی، نمیگذاریم. این 6 ماه رو هم گذاشتیم ببینیم رفتارشون چگونه است. چند تا از این تحریم های خیلی سست رو، مثل این که ماشیناشون بتوانند اتومبیل خرید و فروش کنند یا هواپیماشون رو تعمیر کنند
یا فلز گرانبها بفروشن. و جمعاً 7 بیلیون گیرشون بیاد در این 6 ماه آینده، تا ببینیم اینها آدم میشن یا آدم نمیشون. اگه آدم نمیشون، تحریم های سختری خواهیم گذاشت. بله بله. و بعد اینجا توضیحات اینه که این عرض کنم که اورانیوم هگزافلورایدی که دارن و عرض شود که میخوان که چیز کنن، عرض شود که تغلیظ بکنن، اینا حق ندارن که در واقع سنتریفوژهای جدید کار بگذارن، چون سنتریفوژهای جدید هست که 5 برابر سرعتش بیشتره و اینا از اینا حق ندارن. و بعد هر موقع که بخواهند که این در واقع این بازرسان IAEA بخوان برن، در هر کجا بخوان برن، اینا دسترسی خواهند داشت و ایران نمیتواند که مانع کار این آقایان بشود. و بایستی اینا موظف باشن تمام اطلاعات اتمی راجع به تمام کارخانه ها، راجع به تمام تشکیلات، راجع به هر جایی که کاری کردن بدین منظوری، یک اتاق هم اتاق، حتی اطلاعات راجع به معادن و کارخانجات هر جا هست در اختیار IAEA بذارن، وگرنه قرارداد منحل میشه و تمام اینها در اونجا برقرار خواهد شد دوباره. بله خدمت شما عرض کنم که عراقم که خدمت شما عرض کردم و اینسپکتورها که به همه جا حق دارن برون، هر ورکشاپی که در اونجا سنتریفیوژ هست باید گزارش بشه و اینها برون. حق ساختن موتورهای سنتریفیوژ رو ایران نداره، حق استخراج اورانیوم از معدن نداره و در واقع به کارخانه بردنش رو نداره، همه اینا تا اونجا که میخونین. بعد میگه که ما بنابراین اجازه دادیم به ایران که بتواند مبالغی از پول نفتی که طلبکار بود است از این و اون، و ما اجازه نمیدادیم، ما بزرگان، که اینا پولش را بگیرن، پولش را بتوانن بگیرن. کشورهای مثل هندوستان که گویا نمیدونم 6-7 بیلیون پول بدهکار هست و اینا بتوانن پول به تنسل کنن. وقتی که ما نگاه کنیم که خیلی از اینا مفصل تر هست، وقتی که نگاه میکنیم یک چیز ننگینه، واقعا ننگینه بود، چون قراردادی که قبلا زمان جک استرا و دیگران بودن بابا شرافتمندانه بود، درست این ماجرای جنگ شد که آمدن به این آقای خمینی گفتن آقا نمیدونم چند بیلیون، یادم نیست 90 بیلیون بود 100 بیلیون بود، یک بچه خیلی زیادی بود، عربا جمع کردن آقا این پولو بگیر چنین و چنان بیاید صلح کنید جنگ نکنید. گفت خیر، ما جنگ میکنیم تا بگیریم قدس و فلسطین رو آزاد کنیم و اینا. بعد جنگ کرد، شکست که خورد، جام زهر رو نوشید، در دیگه در موضع بعدی دیگه شرایط قبلی رو کسی به خمینی نمیداد. این عین همین وضعیت بود. بعد رفتن اونجا تب زدن و شادی کردن که ما برنده شدیم، حق مسلم ماست. این کارخانه‌ای که آب سنگینی که در عراق هست، خدا می‌داند که چه مخارج سنگینی برای این و همه جا، همین فوردو اینا خارج از اندازه بوده میزان پولی که در اینجا رفته و با این ثروت می‌شد ایران رو آباد کرد با 300 میلیارد دلار. ببین چه کارها رو می‌شد کرد. ببینید یک سیاهی، یک ابر سیاهی که سمومات مرگبار بر نطع زمین می گستراند بر فضای ایران زمین حاکم شده است. ما بایستی بتوانیم، ما مردم ایران به قوت فرهنگ دیرپا و شرافت اجدادی بتوانیم این ابر رو کنار بزنیم و باز آفتاب درخشان رو ظاهر سازی.
اینها سعی بر این دارن هرچه بیشتر ما رو بی هویت و بی شخصیت و بی ریشه بکنن و جلوه بدن. فقط در این صورت هست که می توانند حکومت کنن یا به این در واقع مدینه زاله ادامه بدهن. به همین دلیل هم هست که از شمال ایران تا جنوب ایران اگر نگاه کنید و در جنبه‌های فرهنگی و تحقیقاتی اینها، همواره در تحقیر تاریخ این مملکت و هویت ملی این مردم کوشیدن و شخصیت‌های ملی رو نفی می‌کنن. حالا از مرحوم دکتر مصدق بگیرید تا میرزا طاهرخان امیرکبیر بگیرید تا نمی‌دونم سپهسالاران و بزرگان ایران زمین که این کشور رو نگه داشتن، اینها با طرح نقشه است. این روس ها هم که بر سرزمین های بزرگ شوروی گفته می شد و بر فرهنگ های متنوع در زمین دست انداخته بودند، برای نزدیک 70 سال کوشیدن فرهنگ زدایی بکنن یا فراموش کنن مردم که که بودن، که یک جامعه یک دست مطیعی به وجود بیاورد، اما نشد. این است که غرض مخلص از اینکه مرتب راجع میشوم به شاهنامه و قطعاتی نظیر ایوان مدائن یا چیزهای از این قبیل، به همین دلیل هست. وظیفه مادران هست که به فرزندانشون آموزش بدن، پدران در منازل، چون اون چه از این دستگاه های جمهوری اسلامی به پخش میشود جز فساد و گمراهی و دروغ هیچ نیست. پس من به خود همیشه اینجا نگاه میکردم بیهوده بود، چنج کردیم به اون. خیلی ممنونم از شما. این ایرانیت ما تنها چیزیست که داریم. این نفت و این بند و بساط و اینا مهم نیستن، واقعا هیچ اهمیتی ندارن. اگرم اهمیتی داشتن به دست دزدان این اهمیت زایل شد. یعنی به جای اینکه این ثروت نفت صرف گسترش اجتماعی و سیاسی مملکت، گسترش آزادی و تقویت مبانی دموکراسی و تقویت کشور بشود، به هوا و هوس به دست دزدان به هوا و هدر رفته. بنابراین باز برمیگردیم سر اون چه داریم.